خط مهمترین ها. تلاش ها برای ایجاد حکومت همشمول. متقی میگوید امارت اسلامی برای حکومت همشمول تلاش دارد. دی همشمولیت معنا دا وی چې دی ټول سیمو خلق کیوی، نو موږ دی کابل وزیر لرو، دی پنشیر وزیر لرو، دی بدخشان وزیر لرو، دی فاریاب وزیر لرو. سفارت افغانستان در امریکا در آستانه بسته شدن. چهارشنبه همین هفته قرار است سفارت افغانستان در امریکا بسته شود. موږ څوک دی وظیفه نه دی منفک کړی. موږ په دې باور یو چې د افغانستان ټول خلک د مساوي حقوقو لرونکي دي. بی سرنوشتی هزاران پناهجوی افغان در کمپ ها، کاربران شبکه های اجتماعی غرب را به برخورد دوگانه با پناهجویان متهم می کنند. ما نگرانی بیشتر مهاجرینی که اینجا قرار دارند از این است که سرنوشتشان یا سرنوشت ما نامعلوم است. و نیروهای روسی یک مسجد را در ماریوپول اوکراین به گلوله بستند. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها از یک با من ادریس فاروقی هستید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در نشست دیپلماسی آنتالیا از تلاش ها برای ایجاد حکومت همشمول در افغانستان سخن میزند و تاکید دارد که حرکت امارت اسلامی برای تصرف افغانستان صلح‌آمیز بوده و از جهان میخواهد که حکومت تازه این کشور باید برای کارکردهای خوب آن تقدیر شود. متقی تاکید دارد که برای نخستین بار پس از 20 سال بودجه افغانستان از درآمد داخلی آن تامین می شود. سهیلا یوسفی گزارش می دهد. در دومین روز از نشست دیپلماسی آنتالیای ترکیه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میگوید امارت اسلامی متعهد به آوردن اصلاحات است و در این راستا پیشرفت های نیز وجود داشته. متقی از تلاش ها برای ایجاد حکومت فراگیر در کشور سخن میزند و از جهان میخواهد تا افغان ها را بگذارند که خود حکومتشان را بسازند. که همه شمولیت مقصد داوید سید افغانستان در طول لو کومو استازولی پکې وی، نو د موږ په کابینه کې تاجک وزیر سته، ازبک سته، بلوچ سته، نورستانی سته، پښتون سته. او کدی همه شمولیت معنا دا وی چې د ټولو سیمو خلک کې وی، نو موږ د کابل وزیر لرو، د پنشیر وزیر لرو، د بدخشان وزیر لرو، د فاریاب وزیر لرو، د کندهار او د ننګرهار وزیر لرو. آنچه که طالبا هنوز بیان میکنند و تاکید میکنند که ما حکومت مشارکت داریم یا حکومت ملی داریم، ما فکر میکنم اونا به مو اشتباهی روان هستند که در هفت ماه به مو اشتباه روان بدن. از سوی هم سرپرست وزارت خارجه میگوید که امارت اسلامی تلاش دارد. وزارت خارجه میگوید که در حاشیه این نشست در دیدار با توماس وست دو طرف توافق کردند که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان که از دعوای محکمه آمریکا آزاد شده است به سازمان های مددرسان داده نخواهد شد. این پول اگر با موسسات خارجی وارد شود، به گونه زیربنایی در افغانستان هزینه نمیشه و مصرف میشه. شیوه بهتر ای است که پول به وزارت مالیه و یا بانک مرکزی افغانستان وارد شود تا با برنامه هایی که حکومت داره به گونه زیربنایی روی زیربناهای افغانستان پول وارد کنند و شکل گرفتن زیربناها در افغانستان. با این حال وزارت خارجه تاکید دارد که برای نخستین بار پس از 20 سال بودجه افغانستان از درآمد داخلی آن تامین می شود. افغانستان و آمریکا دوال لورو توافق وکرد چی در افغانستان در مرکزی بانک 3.5 میلیارد دلار چی در آمریکا در محکمه لدعوی چخ ازاد شویدی په هیچ صورت به در مرست و پتوگ خیریه مصور تنور کول کیجی. نشست آنتالیا در حال برگزاری است و هیئت از کابل برای گفتگو با مقام های برخ از کشورها به دعوت ترکیه در این نشست حضور دارد. این نشست برای 3 روز راه اندازی شده که فردا روز پایانی این نشست خواهد بود. سفارت افغانستان در ایالات متحده در آستانه بسته شدن کامل قرار گرفته و تا چهارشنبه همین هفته به گونه رسمی بسته خواهد شد.
نیویورک تایمز به نقل از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داده که بدون پشتیبانی یک دولت شناخته شده و یا پول برای فعال نگه داشتن سفارت افغانستان در ایالات متحده، این سفارت تعطیل می شود. آگاهان هم به این باورند تا به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی، از این دست چالش ها برای دیگر دستگاه های دیپلماسی افغانستان ایجاد خواهد شد. با گفته آگاهان، بر بنیاد قوانین دیپلماسی نه تنها آمریکا بلکه کشورهای دیگر نیز تا زمانی که امارت اسلامی را به رسمیت نشناختند می توانند رفتار مشابه داشته باشند. در این مورد هم گزارش از سهیلا یوسفی. نیویورک تایمز بعد تازگی گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده ممکن تا کمتر از یک هفته دیگر سفارت افغانستان در آمریکا بسته شود. بنوشته روزنامه آمریکایی به دلیل اینکه اکنون دولت افغانستان و بانک مرکزی این کشور به دست امارت اسلامی است، سیتی بانک آمریکا $100,000 از حساب سفارت افغانستان در واشنگتن را نیز توقیف کرده است. با مسدود شدن پول‌های سفارت افغانستان در آمریکا، ده‌ها دیپلمات بی‌سرنوشت شده و احتمال بسته شدن این دستگاه دیپلماسی را بالا برده است. بدون حمایت یک دولت شناخته شده یا پول برای فعال نگه داشتن سفارت افغانستان در ایالات متحده، این سفارت تعطیل می شود. بسته شدن حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در واشنگتن توسط سیتی بانک که در واقع با هماهنگی وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری صورت گرفته بود، ابزار فشار در دست اداره بایدن برای تعطیل کردن سفارت بوده است. در افغانستان سیاسی نمایندگی او سفارتونه د افغانستان د حکومت مربوط کیږي، د دې نه هیڅ کم د شخصي ګټه اخستلو اجازه نه لري. هغه پخوانی کارمندان چې په دې سفارتو کې دي، د افغانستان د خارجه وزارت دی طرفه دوی نه دي برطرفه شوي. البته که دوی وغواړي خپل کار ته دوام ورکړي، د چا د کار ممانعت به ونشي په دې اړه باندې. اما آگاهان میگویند امارت اسلامی به خواستهای ایالات متحده تمکین نکرده و از این رو ایالات متحده دست به اقدامهای تازه با عنوان قوی فشار زده است. کل چه دولت پر اسمیت نپیزندل که یه وادیسی که برای چند خپل سفارت پرانیسی او دست یه استانی حالتی دفتر ناظر یا پا بلا سطح من رابی جوری اگر بیا نور تامونی مسائل دی ببینند دی امریکا دولت افغانستان و سره طالبان دولت پر اسمیت نپیزندلی. دیپلمات های افغانستان که از سوی دولت پیشین تحت حمایت آمریکا منصوب شدند، تنها 30 روز فرصت دارند تا برای اقامت یا آزادی مشروط بشردوستانه موقت در ایالات متحده بمانند. به نوشته نیویورک تایمز، دیپلمات های افغانستان ممکن است در معرض خطر اخراج قرار گیرند. وزارت خارجه میگوید ایالات متحده آمریکا عامل ناهنجاری و بحران در افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه میگوید شهروندان افغان از ترس امارت اسلامی نه، بلکه از شدت فقر و بحران اقتصادی ناگزیر به ترک کشورشان شدند. سخنگوی وزارت خارجه کشور هرچند از جان باختن چندین افغان در جریان عملیات تخلیه ابراز تأسف میکند، اما میگوید آمریکا زمینه را مساعد ساخت تا شهروندان افغان بدرنگ کشورشان را ترک کنند. نوید صمدی با جزئیات بیشتر. روایت های تازه از روند تخلیه افغان ها در 15 اگست. وزارت خارجه میگوید امریکا عامل ناهنجاری، فرار کادرهای علمی و بحران اقتصادی در افغانستان میباشد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید اگر برای شهروندان کشورهای ایران، هند و پاکستان هم سفر امریکا مساعد گردد، تجمعات بیشتر از کابل را مشاهده خواهند کرد. در حقیقت این وحشت از طالبان نبوده، بلکه امریکا به مردم گفت که آنها به گونه رایگان آنها را به امریکا می رساند. تعداد بسیار اندک به میدان هوایی هجوم بردند که تعدادشان به چند هزار می رسید و این مهاجرت آنها به خاطر ترس و وحشت نبوده، بلکه به خاطر موضوعات اقتصادی بوده است. افغان نیچر آقای بلخی با بیان این که افغانستان در بحران اقتصادی به سر می‌برد، از جامعه جهانی نیز خواستار رفع تحریم‌های وضع شده بر امارات اسلامی شده است. شما از من خواستید که مصاحبه داشته باشیم، چون این جایی است که از آن صداهای مردم افغانستان شنیده می‌شود. مردم افغانستان می‌خواهند که صدایشان به جهان برسد. صداهای صلح، صداهای رابطه دوستانه.
We are human beings. We deserve. پس از حضور امارات اسلامی و فرار محمد اشرف غنی از افغانستان، شمار زیادی از شهروندان کشور با استفاده از راه‌های ممکن می‌خواستند که خودشان را از کشور بیرون کنند که حتی برای برخی‌ها هم به قیمت جانشان تمام شد. این در حالی می‌باشد که هزاران تن از مهاجرین افغان که با طیاره‌های چارتر از افغانستان به بیرون کشیده شدند، هنوز هم در بی‌سرنوشتی تام قرار دارند. پس از یورش نظامی روسیه بر اوکراین، صدها هزار شهروند اوکراین در شمار از کشورهای اروپایی پناهنده شدند. بازگشایی مرزهای اروپا برای پناهجویان اوکراین و به سرنوشتی هزاران پناهجوی افغانستان پس از 7 ماه در شمار از کمپ‌ها سبب شده تا کاربران شبکه‌های اجتماعی غرب را به برخورد دوگانه با پناهجویان متهم کنند. همزمان برخی از آگاهان سیاسی میگویند که بحران اوکراین برای کشورهای غربی به دلیل منافع ملی، نژادی و نزدیکی اوکراین به اروپا از اهمیت ویژه برخوردار است. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. سیلی از آواره‌های جنگی در حال فرار. جنگ‌زده‌هایی که مجبور به ترک خانه و کشورشان شدند. ظاهراً بمب و وحشت اوکراینی و افغانستانی نمی‌شناسد. یکی با یورش نظامی روسیه بر اوکراین آواره شده و دیگری هم 7 ماه پیش با سقوط حکومت پیشینی افغانستان. این تصویرهای صدها هزار پناهجوی اوکراینی است که مرز اروپا بر رویشان بازند. اتحادیه اروپا گفته که پناهجویان اوکراینی می توانند بدون درخواست پناهندگی به مدت 3 سال در کشورهای اروپایی زندگی کنند. امیدوار هستم که آنچنان که شهروندان اوکراین اونا از این کشور نجات می تند و به کشور غربی میرند، زمینه شوند به خاطر انتقال انسان هایی که از کشورهای مختلف من جمله از افغانستان در جنگ بند ماندن. اما این هم اعتراض چند روز پیش پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی است. اعتراضی که به خاطر بی سرنوشتی راه اندازی شده بود. نزدیک به 5 ماه است که مهاجران از افغانستان به کمپ های ابوظبی انتقال داده شدند، اما نگرانی بیشتر مهاجرینی که اینجا قرار دارند از این است که سرنوشتشان یا سرنوشت ما نامعلوم است. در 2 کمپ ابوظبی خبرنگاران حضور دارد، اقلیت های دینی یا مذهبی حضور دارد، کسانی که با آمریکا به عنوان کارمند محلی یا مستقیم و یا غیر مستقیم در افغانستان کار کردن اینا حضور دارند، نظامیان پیشین افغانستان حضور دارند. موردی که با واکنش تند کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. آنان کشورهای غربی را متهم به برخورد دوگانه با مهاجران می کنند. برخی آگاهان هم مسئله منافع ملی، نژادی و نزدیکی جغرافیایی را در برخورد کشورها مهم می دانند. اعتماد را که اعتبار را که قبلا مسلمان ها داشتن از دست دادن در وسط جهان به خاطر همین گروه های افراطی، پس کمکی که برای مردم اوکراین میشه هر 3 دلیل داره: منافعشان، اهمیتش، مسئله افراطیت و در این زمان مسائل نژادی. صدها پناهجو از افغانستان، سوریه، عراق و یمن در اواخر سال گذشته در مرز بلاروس و لهستان گرفت شدند و در جنگل‌های سرد گرسنگی و سرما را سپری کردند، زیرا نگهبانان لهستانی و حصارهای سیم خاردار مانع از ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا شد. اما از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، بیش از 500,000 نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. وزارت زراعت و مالداری میگوید که برنامه‌های خوب برای سرسبزی و مالداری در کشور را روی دست گرفتند. مسئولان در این نهاد میگویند که برای سرسبزی بخش‌های مختلف کشور، آنان چندین کمپاین نهالشانی را در مرکز و ولایت‌های کشور آغاز کردند. معین وزارت زراعت و مالداری میگوید این روند ملی و عامل منفعه است و از نهادهای مددرسان هم انتظار دارند که در این برنامه آنان را همکاری نمایند. نوید صمدی گزارش می‌دهد. ادامه روند نهالشانی و پیشواز از سال جدید هجری شمسی در کابل. وزارت زراعت و مالداری میگوید که برنامه های خوبی برای سرسبزی و انکشاف مالداری و باغداری در کشور را روی دست گرفتند. معاون وزارت زراعت و مالداری که در برنامه کمپاین نهالشانی در کابل اشتراک کرده است، از برنامه های این نهاد برای سرسبزی و انکشاف بخش زراعت سخن میزند.
بیا خصوصا د زراعت په نمایندګۍ زه خبره کوم، موږ اطمینان و ټولو هیوادوالو ته ورکوو چې د خپلو ټولو شته امکاناتو څخه موږ انشاءالله کوشش کوو چې ټولو خپلو هیوادوالو ته د باغدارۍ په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، د زراعت په برخه کې د خپلو ټولو شته امکاناتو څخه انشاءالله موږ وعده ورکوو چې موږ کوشش کوو چې د دوی نور ټول اقتصاد د زراعت د درس چې څونه ممکن وي انشاءالله هغه به مخ ته ځي. رئیس زراعت کابل هم از برنامه های خوب زراعتی در کشور و خصوص در کابل خبر داده و میگوید که همه ساله از تولیدات زراعتی افغانستان و کشورهای همسایه صادرات صورت میگیرد. او د کابل ولایت کې 4000 هکتار مځکه د میوجات دی کې کرل کیږي چې باغی کې معنا موږ ډیر صادرات هم لرو او بیا غا صادرات په تغییرات تغییر د شکل باندې مقصد کشمش او دا شی جنجوړی دا هم مر صادرات لرو او کوشش وکړو چې څومره حمایه مو د دې د واسه کیږي چې د دې حمایه وکړو ان شاء الله حمایه به هم کوو او ټول هیوادوالو ته دا توصیه هم کوو چې د افغانستان په بیا رغونه کې او بیا آبادی کې او په سرسبزی کې په ګډه باندې برخه واخلو. شهروندان هم از برنامه های حکومت استقبال می کنند و انتظار دارند که مردم هم با حکومت همکاری نمایند. مردم طوری که وظیفه داره که هر کس یه نهال قصد کنه باید دایسته حفظ مراقبه شان هم خودشان تهم بگیره و کوشش کنه که نمانه کسر نمانه و شکار بگیره و دمان نمانه که نهالا را پس از جاش بجای کنه و بکنه که بردر دنگاهداری، آبداری، سهمی مهمی را باید بگیرن که منطقه سرسبز شوه، افغانستان ما رو به پیشرفتی شوه. مسئولان در وزارت زراعت این برنامه ها را ملی و عامل منفعه خوانده و از جهان و سازمان های مددرسان انتظار دارند که باید در رشد زراعت و مالداری با حکومت جدید افغانستان همکاری نمایند. شبکه نهادهای اسلامی مقیم امریکا و شمار از نهادهای خیریه میگویند که میخواهند مانند گذشته به فعالیت‌هایشان در افغانستان ادامه داده و تلاش دارند تا چگونه به مردم نیازمند این کشور کمک کنند. این نهادها در بخش‌های تعلیمی و تحصیلی، صحی و کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت فعالیت دارند. مسئولان این شبکه میگویند آمدند تا چالش‌ها و نیازهای مردم افغانستان را شنیده و به جامعه جهانی و نهادهای مددرسان جهانی برسانند. آنان وعده هر نوع همکاری را در بخش های گوناگون به مردم افغانستان می دهند. در این مورد گزارش از بشیر احمد شیرزاد. تلاش شماری از نهادهای خیریه و شبکه های نهادهای اسلامی مقیم امریکا برای کمک به مردم افغانستان. مسئولان شبکه نهادهای اسلامی مقیم امریکا و شماری از نهادهای خیریه اینجا در یک نشست خبری می گویند آمدند تا چالش ها و نیازهای مردم افغانستان را شنیده به جامعه جهانی و نهادهای مددرسان جهانی برسانند. به گفته اینان این نهادها بیشتر در بخش های تعلیمی و تحصیلی، صحی و کمک های بشری به خانواده های بی‌بضاعت فعالیت داشته و می خواهند تا به فعالیت هایشان در ولایت های گوناگون افغانستان ادامه دهند. ما اینجاییم تا نیازهای مردم افغانستان را ببینیم، بدانیم و یک راه حل برای بحران کنونی بشری و اقتصادی این کشور دریابیم و همچنان آرزو داریم تا با کمک های بشری و خدمات ما یک بخشی از این راه حل باشیم. مسئولان این نهادها میگویند این نهادها در 20 سال پسین کمک هایشان را به مردم افغانستان فرستاده و این نهادها بدون مداخله با نظام های حاکم فعالیت ها و کمک هایشان را به مردم افغانستان ادامه دادند. کورسای خیاطی، کورسای دستدوزی، کورسای انجینری، اینی کورسا را کوتاه مدت برشان دایر میکنه از طریق اعضای این شبکه که اونا مؤسسات بین المللی هستند و در افغانستان عملا کار میکنند. مسئولان این نهادها وعده هر نوع کمک بشری به مردم افغانستان داده و همچنان از نهادهای خیریه کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده میخواهند تا کمک هایشان را به افغانستان بفرستند. ادامه مهمترین ها و آل هم چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای روسی یک مسجد را که افراد ملکی در آن پناه گرفته بودند در شهر ماریوپول به گلوله توپ بستند.
وزارت خارجه اوکراین گفته که بیش از 80 تن به شمول اطفال و شهروندان ترکی در این مسجد پناه گرفته بودند. مقام های دولتی اوکراین نیروهای روسی را متهم به هدف قرار دادن توپخانه‌ای مسیرهای تخلیه غیرنظامیان از ماریوپول کرده میگویند آنان مانع خروج 430 هزار نفوس از این شهر میشوند. وزارت خارجه اوکراین گفته که مسجد سلطان سلیمان و همسر وی در ماریوپول توسط نیروهای مهاجم گلوله باران شد. وزارت خارجه درباره خسارات جانی چیزی نگفته است. با وجود شواهد موثق از حمله‌های نیروهای روسیه به مناطق غیرنظامی، مسکو هدف قرار دادن مناطق غیرنظامیان را انکار می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضوع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر دخالت عوامل بیرونی را تایید کرد. نت پرایس در کنفرانس خبری با اشاره به توقف مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران در وین گفت همان گونه که جوزف وورل گفته است عوامل بیرونی در مذاکرات دخالت دارند، اما باور داریم که به توافق احتمالی نزدیک هستیم. نت پرایس با اظهار خوشبینی نسبت به بازگشت به توافق افزود اگر اراده سیاسی هنوز وجود داشته باشد و اگر همان جدیت سابق باشد ما می توانیم بازگشت متقابل به توافق را انتظار داشته باشیم. او در ادامه اضافه کرده است که متن نهایی توافق آماده و روی میز است. بوریل تاکید کرده است به ارتباط با طرفهای برجام و آمریکا برای غلبه بر موانع فعلی و حصول توافق ادامه خواهد داد. قرار است امروز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ترکمنستان برگزار شود. با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف و سردار پسرش به گونه رسمی انتقال خواهد شد. 8 تن از نامزدان دیگر ریاست جمهوری نیز در کنار سردار 40 ساله اند. اما گفته می شود که تمام این افراد بر رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف وفادارند. در مهمترین های ورزش امروز هم از رقابت عباس کریمی شناگر معلول کشور، همچنان از رقابت های فوتبالی در دو لیگ معتبر فوتبال هم خواهیم گفت. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. عباس کریمی شناگر معلول کشور قرار است در رقابت‌های کسب سهمی پرتغال رقابت کند. این اعجوبه شنای افغانستان از 7 تا 9 ماه آپریل در ایالات ایندیانا وارد رقابت خواهد شد. عباس در بخش‌های 50 متر پروانه، 50 متر کرالپشت و همچنان 50 و 100 متر شنای آزاد برابر حریفانش رقابت می‌کند. بازی های هفته 28 فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته با برگزاری یک بازی پیگیری شد. در این بازی اتلتیک مادرید با حساب 2-1 کادیز را شکست داد. اتلتیک مادرید با این پیروزی 51 امتیازی شد و رده سوم لیگ را در اختیار دارد. امشب هم این لیگ با برگزاری 4 بازی پیگیری خواهد شد. خطافه والنسیا را در پیش دارد. الچه برابر گرانادا وارد زمین خواهد شد و ویارریال سلتا ویگو را در پیش دارد. در جدول رده‌بندی این لیگ ریال مادرید با 63 امتیاز در صدر قرار دارد. رقابت های هفته 29 لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب با برگزاری 3 بازی آغاز می شود. در مهمترین بازی این شب منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترافورد میزبان تاتنهام است. شیاطین سرخ با 47 امتیاز رده 5 لیگ را در اختیار دارند. تاتنهام هم با 45 امتیاز در رده 7 قرار دارد. در جدول رده بندی این لیگ منچستر سیتی با 69 امتیاز در صدر قرار دارد. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. Thank you.
ممنون که تا حالا بیننده مهمترین های خبر ساعت 5:30 از 1 بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.